آزمایشی من انجام دادم با همون بچه ها. بعد از اون که کار ضبط شد به من گفتن اگه دلت میخواد میتونی مدرسه هنر ابیات آموزش بدی. حدود 13 سال من مدرسه هنر ابیات به بچه ها آموزش دادم که مثلا عمار دهقان و اینا که مثلا عمار تفتی مثلا یکی از بازیگران بود که الان هم از بازیگرهای سینما و اینا پانتا بهرام و ما با بچه های مدرسه هنر ابیات آتقی و شرخیان نوشته سیامک سفری بود توی تئاتر شهر همون سالن قشقایی اجرا گذاشتیم. نه بعد دیگه یه نمایش خیلی خوبی بود به اسم، چون از من خواسته بودن که یه کاری به اسم خیر و شر کار بکنم، من بز زنگوله پا رو پیشنهاد دادم، گفتم بز میتونه خیر باشه، اون گرگه شر باشه. اینو پسندیدن، اون به اصطلاح یکی از رئیسای چیز دانشگاه خوشش اومد گفت همینو کار کن، که خانم جدی کار عروسکاشو ساخت، در واقع تمپوش بود، لباساشو برای ما درست کرد و آهیستش هم که آیلا چینی بود دیگه. توی همایشات بین المللی اونجا به مدت یک هفته اجرا رفتیم دیگه، همینجوری اتفاقای خوبی میافتاد دیگه. از وقتی که ما از خونه بریدیم و اومدیم بیرون، بیرون به ما در واقع هم پدر ما شد هم مادر ما شد، هم درسای زندگی، یعنی همون دوستان مثل خوبی مثل شما ها در واقع ما برخورد میکردیم و چیزهای خیلی خوبی یاد میگرفتیم، تا اینکه با دو تا از دوستای خیلی خوبم که کلیبی هم بودن به اسم آلفرد جهانفروز و سیروس رحیمیان، ما ستایی اومدیم یک گروهی درست کردیم، گروه عروسکی با. که هرچی که بچه ها باید تو مهد کودک یاد گرفتن ما از طریق نمایش عروسکی به اونا یاد بدیم، در واقع واحدهای درسی بچه ها رو ما نمایش میکردیم، تبدیل به نمایش های عروسکی که حدود 15 سال با هم کار کردیم. بعد از 15 سال آلفرد و سیروس رفتن امریکا که بعد از اون به بعد من همینجور با بچه های دیگه من خیلی فعال، یعنی اصلا نمیدونستم کجا هم، یا تو تاچر بودم یا مثلا تالار و قدر بودیم. ما یه دوره تئاتر تو همون اوایل انقلاب، یعنی در واقع پایریزیش قبل از انقلاب ریخته شد، که ما رو کانون اینجوری بود که کانون پرورشی بچه هایی که خوب بودن معرفی میکنن به مرکز تولید تئاتر. مرکز تولید تئاتر جاش هم توی همین در واقع پارک فرح، خیابون حجاب اون موقع میگفتن پارک فرح. ما میرفتیم اونجا دوره های پیشرفته میدیدیم و بچه هایی که اون دوره ها رو اونجا بودن مثل عادل بزوده اینا ببینم مثلا دیگه مشابه اون دوره‌ای که دانلاپور ایران بوده، یعنی تو زمان دانلاپور یه دوره بعد بودیم، یعنی در واقع عادل بزوده اینا اون موقع بودن. بعد چرا اسم عادل آوردن؟ وقتی این بچه‌ها وارد دانشگاه اصلا معرفی می‌شدن به دانشگاه یا دراماتیک یا هنرهای زیبا، ما وقتی که رفتیم توی کانون سال همون 56-57 بود، اون دوره اون سالها، اون سال انقلاب شد، وقتی انقلاب شد دیگه اونجا تعطیل شد، این پروسه قرد. بعد از انقلاب دوباره وقتی بازگشایی شد ما رو دعوت کردن، همون هنرجوها رو دعوت کردن برای آموزش، که آقای صالح صفوی و آدم های مختلف مثل حسن داچگر، مثل حمید عبدالملکی، مثل آقای صالح صفوی، اینا هر کدوم یه چیز رو یه گروه رو برمی داشتن. ما با آقای صالح صفوی افتادیم،
که به اصطلاح اونجا هم دوره رقص میدیم چون اولش تازه بود، هم اول انقلاب بود، هنوز ممنونم بله باله میدیدیم، هم در واقع بازی گوشی بود، میدونی که شیوه آموزش تئاتر کامل چجوریه، بله. شکنت میکردیم اینا، خلاصه از همین طریق تئاتر رو مثلا یاد میگرفتیم دیگه، از طریق همین بودو بودو ها و شیطنت ها و بازی گوشی ها و اینا تئاتر رو یاد میگرفتیم با بازی در واقع. ما اون تمام اون آموزش ها تو ذهن ما مون دیگه، یعنی اصلا دیگه احتیاج به نوشتن و اینا نبود، الان ما متنم یه چیزایی هم مینوشتیم ولی تو ذهن ما مون که چجوری باشه. با آقای صالح صفوی کارم اجرا بردیم تو اداره تئاتر، موقعی که آقای مشایخی رئیس اداره تئاتر بود، آره، به اسم تفنگی در دل تفنگی در آتش، یه همچین آتشی در دل آتشی در تفنگ، یه همچین چیزی بود که کار کردیم اونجا، اجرا رفتیم. بعد از اون دیگه ما دوستای خوبی اونجا پیدا کردیم، مثل آلفرد که می اومد، همیشه می گفتیم چقدر خوب میشه مثلا یه گروهی درست کنیم، یه تشکیلاتی درست کنیم برای خودمون، چون اونجا دیگه در واقع آقای غریب‌پور بعدن بهروز غریب‌پور اومد و بعدن یه سری مربی‌ها رو اخراج کردن و اینا، که ما موندیم رو هوا، خودمون اومدیم یه گروه درست کردیم، همین گروه با همین دوست نمایش عروسکی عموقصه، اسمش عموقصه از اونجا بود، بله عموقصه از اونجا شروع شد. عموقصه دیگه خیلی سخت بود چون مهد کودک ها به راحتی اعتماد نمی کردن که یکی بیاد تو مهد کودک، چون بچه های مردم بودن دیگه، ما ولی خیلی تلاش کردیم، بارها هم به ما مثلا جواب رد داده بودن ولی ما مثلا می رفتیم می گفتیم حالا مثلا خواهش میکنیم، ما پولم نمیخوایم، یه بار برای شما اجرا بریم. از روی فکر خودمون مثلا قصه ها رو آماده کردیم، راجع به مثلا بهداشت، راجع به نمیدونم قصه هایی مثلا همین بز زنگوله پا، تو اون دوره فکر کنم بیشتر جنبه های آموزشی داشت، آموزشی یکی دو تا که اجرا رفتیم یادمه، یه امید کودک بود تو میردامان، خیلی خوشش اومد که به ما گفتش که من بابت هر اجرا به شما 7000 تومان میدم. اون سالها مبلغ فکر کنم بدی نبوده، 700 تومان، 700 تومان، آره 7000 تومان، آره 700 تومان میدم، آره من خب پولا رو گم میکنم، 700 تومان میدم. ما گفتیم باشه خیلی خوبه، 700 تومان عالیه. خلاصه اجرا رفتیم و اجرا میرفتیم، عروسکامون رو مثلا با دور ریختنی ها درست میکردیم و هزینه هامون رو کم میکردیم اینا. بعد اون خانم ما رو معرفی که یه مهد کودک دیگه، اون مهد کودک ما رو معرفی که یه مهد کودک دیگه، یه دفعه مهد کودک همون شد 20 تا، یعنی اجرایی 700 تومن 20 تا 700 تومن ما میگرفتیم، یه اینجوری بود، یعنی یه درآمد بسیار خوبی تو اون دوره، عالی بود، کرای ماشین همون رو در می آوردیم و هزینه همون رو در می آوردیم، مثلا برای هر کدوم مثلا 300 تومن 400 تومن پول می موند، خیلی خوب بود، 400 تومن 500 تومن خیلی خوب پولی بود. بعد دیگه به واسطه اون پولی که داشتیم بعد از ظهر کارای دیگه هم می کردیم، حالا بعضیا خودشون میرفتن کار میکردن، مثلا آلفرد جدا میرفت کار میکرد، من جدا، سیروس جدا، گروه های نمایشی، آره کار نمایشی، خیلی دیگه چیز نمی کردیم با هم دیگه، این که مثلا اون صبح رو با هم داشتیم بعد از ظهر، اون کار مهد کودک ها و همون نمایش هم قصد، بله، که خب من میرفتم تو گروه های دیگه، همین گروه های دیگه که با آقای صفت و اینا مثلا دوست شدم، بعد از ظهر میرفتم با اونا کار میکردم، یا مثلا آموزشم و بعد از ظهر میرفتم، ولی صبحم رو با مثلا گروه عموقسته داشتیم. تا اینکه دیگه مثلا هر دفعه 2000 اینجوری 2000 2000 اضافه میکردن اینا، یه سوده 20 سال
15 سال ما با بچه ها کار کردیم دیگه. سه تا گروهمون در واقع کارمون هم اینجوری بود که هر کی که ازمون سوال میکنه ما یه جوری اینا رو مثلا چیز کنیم بگیم بزنیم گروه ها زیاد بشه. یادم اون موقع مثلا عیسی یوسفی بود شاگرد خودم بود با محمد مسلمی اینا اومدن و چیز خسرو احمدی اومدن گفتن ما میخواییم از شما یه گروه داشته باشیم. من برش توضیح دادم اینجوریه باید این کار رو کنیم. یه خونه قدیمی تو عباسی داشتیم شبا میومدن اونجا از من سوال میکردن حالا قصه هاتون میشه با ما هم بدید مثلا. من میگفتم باشه این کار رو بکنیم. اونا یه گروه شدن. خیلی از گروه ها هم در واقع ما تشویقشون کردیم رفتن مثلا افشین سنگچاپ بود مثلا. یه شاگردی داشتم مثلا مدرسه هنر ادبیات الان شما میشناسیش اومد به من گفتش که میومد همیشه اجراهای منو میومد دید و اینا به من گفتش که اگه من بخوام یه روز این کارو بکنم شما ناراحت نمیشی؟ گفتم نه ناراحت که نمیشم، خیلی هم خوشحال میشم. دیگه دورشو با من گذرونده و تو مرسه هنر بیاد. موهای لختی داشت، الان گاهی زنگ میزنه. آره بخوام بچه های قدیمه. آره از بچه های قدیم. ببین تو اون دوره ها مثلا من ترمان ترمان مخواستم علی رو بگم. ترمان بود که مثلا یه دورش هم با من گذرم دو اونم بود. بعد دیگه همین به صلاح حمید گلی بودش، محمد مسلمی بود دیگه، بعد ناصر آویجه بهشون اضافه شد و علی به صلاح علی فامیش علی فروتن بهشون اضافه شد. آره اینا گروه های بیشتر می شدن دیگه. بعد که دیگه مثلا شاید یه زوده 100 تا گروه از اون گروه یه گروه دیگه از اون گروه یه. من با آلفرد تصمیم گرفتیم که چون سیروس از روز اول به ما گفت بچه من روی صحنه نمیام، من پشت صحنه، در واقع قبول کرد. من آلفرد تصمیم گرفتیم که مثلا یکی در میون یه مهد کودک منم اون قصه میشدم، یه مهد کودک آلفرد هم اون قصه میشد. وقت اونایی که مثلا آلفرد هم اون قصه میشد من همون پشت پرده عروسک ها رو میگردوندم. ولی قصه ها رو باز من و آلفرد می نوشتیم. مثلا یه سوژه رو آلفرد روش کار میکرد، یه سوژه رو من کار میکرد. بعضی وقتا دوتایی با هم مثلا به بنبست که میخوردیم از هم سوال میکرد به نظر تو گره اینجا کجا بیفته خوبه اینا، با هم دیگه همکاری میکردیم. خیلی ارتباط صمیمانه و همچنان هست اون ارتباط عالی و خوب. آره عروسک ها رو سیروس با وسایل دور ریختنی می ساخت، مثلا خیلی از این جهت چون کار نقاشی هم می کرد، اینی که خیلی خلاق کار می کرد مثلا با جوراب و با نمی دونم یه تیک پارچه و یه چوب و اینا مثلا این کار می کردیم. حتی من یادم تو مدرسه هنر بیاد یه بر اساس همین دور ریختنی ها یه نمایشی کار کردم به اسم دو چوب. یعنی اصلا وسیله دو تا پسر بودن با یه دو تا چوب که این چوب هلیکوپتر شد، نمیدونم هواپیما شد، کشتی شد، قایق شد. اینا این تصویر سازی ها رو با دو تا چوب انجام دادن. جایزه هم گرفت خانم سالم. یادمه که ایشون اومده بود تو جشنواره که داشتیم دید کارو، بعد به من گفتش که شما کجا درس خوندی؟ خیلی خوشش اومده بود، این خیلی اجرای خوب و شکیل قشنگی شده بود چون اصلا فقط دوتا چوب بود دیگه و دوتا بچه این کار میکردن. من گفتم که کانون پرورشم فکر کودکان و جوانان مثلا. گفت من باورم نمیشه چون خیلی این کار خلاقه، خیلی مثلا
فکر ایده خیلی خوریدن. مثلا تو ایران اصلا اینجوری